خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. In the name of God. به نام خداوند بخشنده مهربان. در کل محترم سازمان ملل متحد جناب آقای بانگیمون، رئیس محترم مجمع عمومی جناب آقای بوکجرمیک، نماینده محترم ویژه سازمان ملل متحد در آموزش جهانی جناب آقای گوردن براون، بزرگان محترم و برادران و خواهران عزیز، سلام و درود بر شما. مایه افتخار من است که امروز بتوانم دوباره و بعد از مدت زیادی سخن بگویم. بودن در اینجا و در میان افرادی چنین قابل احترام لحظه بسیار مهمی در زندگیم است. مایه افتخارم است که امروز شالی از خانم بی‌نظیر بوتو را بر تن دارم. نمیدانم سخنانم را از کجا شروع کنم. نمیدانم مردم از من انتظار دارن چه بگویم. اما پیش از هر چیز از همه شما و از هر کسی که برای بهبود سریع من و زندگی دوباره ام دعا کردن سپاسگزارم که ما همه نزد خدا برابریم. این حجم عشق و علاقه مردم به من برایم باورنکردنی است. من هزاران کارت آرزو و هدیه از سرتاسر جهان دریافت کردم. از تک تک آنها متشکرم. از تک تک کودکانی که کلمات پاک و صادقشان مشوق من بود سپاسگزارم. از همه بزرگترهایی که دعاهایشان مرا قوی تر کرد ممنونم. همچنین از پرستاران، پزشکان و همه کارکنان بیمارستان‌ها در پاکستان و بریتانیا و همچنین دولت امارات متحده عربی که مرا در بهبود و به دست آوردن توانایی و قدرتم همراهی کردند تشکر می‌کنم. من از ابتکار آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز آقای گوردن براون نماینده ویژه سازمان ملل برای اولویت دادن به آموزش جهانی، آموزش مقدم بر هر چیز، حمایت می کنم و از راهبرهای هر دوی آنها سپاسگزارم. آنها الهام بخش همه ما در کارهای ما هستند. خواهران و برادران عزیز، یک چیز را به یاد داشته باشید. روز ملاله روز من نیست. امروز روز تمام زنان، تمام پسرها و دخترهایی است که صدایشان را برای حقوقشان بالا بردند. صدها فعال حقوق بشر و مددکار اجتماعی وجود دارند که تنها از حقوق بشر سخن نمیگویند، بلکه برای دستیابی به هدفشان برای آموزش، صلح و برابری مبارزه می کنند. هزاران انسان توسط تروریست ها کشته و میلیون ها نفر زخمی شدند و من تنها یکی از آنها هستم. من اینجا ایستادم، یک دختر میان بسیاری دیگر. من نه تنها از جانب خودم که از طرف تمام دختران و پسران سخن میگویم. من صدایم رو بلند میکنم، نه اونقدر که فریاد بزنم، آنقدر که صدای کسانی که صدایی ندارن شنیده شود. آنهایی که برای حقوقشان مبارزه کردند، حقشان برای زندگی در صلح، حقشان برای کرامت و شأن انسانی، حقشان برای دسترسی به فرصت‌های برابر و حقشان برای تحصیل. دوستان عزیز، 9 اکتبر سال 2012 افراد طالبان طرف چپ پیشانی من را هدف گرفتند. آنها به دوستانم هم شلیک کردند. آنها فکر می‌کردند گلوله‌ها می‌توانند ما را ساکت کنند.
اما شکست خوردند. و بعد از میان سکوت هزاران صدا برخاست. توریس ها گمان می کردند می توانند هدف ما را تغییر دهند و ما را از آرزوهای ما بازدارند. اما هیچ چیز در زندگی من تغییر نکرد، مگر اینکه ناتوانی، ترس و ناامیدی در من مرد و قدرت، توانایی و شجاعت به دنیا آمد. من همان ملالا هستم. آرزوهایم همان هاست. امیدهایم همان هاست. آرمانهایم همان هاست. خواهران و برادران عزیزم، من ضد هیچ کسی نیستم. اینجا هم نیامدم تا برای انتقام شخصی از طالبان یا دیگر گروه های تروریستی سخن بگویم. من اینجا آمدم تا برای حق همه کودکان برای برخورداری از آموزش و تحصیل سخن بگویم. من برای پسرها و دخترهای تمام افرادگرایان به ویژه طالبان هم آموزش مطالبه می کنم. من حتی از آن عضو طالبان هم که مرا هدف گلوله قرار داد متنفر نیستم. حتی اگر در دستم اسلحه‌ای داشته باشم و جلوی من ایستاده باشد، من به او شلیک نخواهم کرد. من این شفقت را از محمد، پیامبر رحمت، عیسی مسیح و بودا آموختم. این میراث تحول خواهی را از مارتین لوتر کینگ، نلسون ماندلا و محمد علی جناح به ارث بردم. این فلسفه غیرخشونت آمیزی است که از گاندی بزرگ، باچاخان و مادر ترزا یاد گرفتم. و این بخشندگی است که از مادر و پدرم آموختم. این چیزی است که روحم به من میگوید. صلح طلب باش و به همه عشق ببرس. خواهران و برادران عزیز، ما اهمیت نور را وقتی درمیابیم که تاریکی را میبینیم و اهمیت صدای ما را وقتی درمیابیم که ساکتیم. به همین دلیل ما در سوات در شمال پاکستان وقتی تفنگ و اسلحه‌ها را دیدیم، فهمیدیم قلم و کتاب چقدر اهمیت دارد. این سخن حکیمانه که میگوید قلم از شمشیر تیزتر است، درست است. افرادگرایان از کتاب و قلم هراس دارند. قدرت آموزش با آنها مبارزه میکند. آنها از زنان میترسند. قدرت صدای زنان با آنها مبارزه میکند. و به همین دلیل هم 14 دانشجوی پزشکی را در کتاب و بسیاری از معلم‌های زن و مبارزان با فلج اطفال را در خیبر پختونخوا و فتا کشتند. به همین دلیل است که هر روز به مدارس حمله می‌کنند. آنها از تغییر و برابری که ما به جامعه می‌آوریم همواره ترسیده و می‌ترسند. من پسری را به یاد می آورم که در مدرسه ما و در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسیده بود چرا طالبان با تحصیل مخالفند، به کتابش اشاره کرد و به سادگی جواب داد: طالبان نمی داند در این کتاب چه نوشته است. آنها فکر میکنند خدا موجودی کوچک و محافظه کار است که دختران را به خاطر رفتن به مدرسه به جهنم میفرستد. تروریست ها از اسم اسلام و جامعه پشتون به نفع خواسته های خود سوء استفاده میکنند.
پاکستان کشوری مردم سالار و صلح طلب است. پشتونها برای دختران و پسرانشان آموزش می خواهند. و اسلام دین صلح، انسان دوستی و برادری است. اسلام نه تنها برای هر کودکی حق بهره گیری از تحصیل را به رسمیت می شناسد، بلکه تحصیل را وظیفه و مسئولیت آنها می داند. دبیر کل محترم، صلح لازمه آموزش و تحصیل است. در بسیاری از بخش‌های جهان به ویژه در پاکستان و افغانستان تروریسم، جنگ و درگیری مانع رفتن کودکان به مدرسه شده است. ما واقعا از این جنگ‌ها خسته شده‌ایم. زنان و کودکان در بسیاری از مناطق جهان به شکل‌های گوناگونی رنج می‌کشند. در هند کودکان بیگناه و فقیر قربانی کار کودکان هستند. بسیاری از مدرسه ها در نیجریه خراب شدند. مردم افغانستان در طی دهه ها از افراطی‌گری آسیب دیدند. دختران جوان باید کارهای خانگی را به مثابه شغلی برای کودکان کار انجام دهند و مجبور به ازدواج در سنین پایین می شوند. فقر، بیخبری و جهل، بی‌عدالتی، نژادپرستی و محرومیت از حقوق بنیادین مهمترین مشکلاتی هستند که زنان و مردان هر دو با آن روبرو هستند. دوستان عزیز، من امروز بر حق تحصیل زنان و دختران متمرکز شدم، چرا که آنها بیش از هر چیز از آن رنج می‌برند. زمانی بود که زنان فعال مدنی از مردان می‌خواستند برای حقوقشان به پا خیزند. اما این بار ما این کار را خودمان خواهیم کرد. من به مردان نمیگویم درباره حقوق زنان سخن نگویند، بلکه بیشتر بر استقلال زنان برای مبارزه برای خود و حقوقشان تاکید میکنم. خواهران و برادران عزیزم، حالا زمان سخن گفتن است. امروز ما از رهبران دنیا می‌خواهیم استراتژی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایشان را به نفع صلح و آرامش تغییر دهند. ما از رهبران دنیا می‌خواهیم که در همه مذاکرات صلح از حقوق زنان و کودکان حمایت کنند. معامله‌ای که بر ضد شأن انسانی و حقوق زنان و کودکان عمل کند، قابل قبول نیست. ما از دولت‌ها می‌خواهیم آموزش رایگان و اجباری را برای کودکان در سراسر جهان تضمین کنند. ما از دولت ها می خواهیم با تروریسم و خشونت برای حفاظت از کودکان از آسیب و خشونت مبارزه کنند. ما از ملت های توسعه یافته می خواهیم از گسترش فرصت های آموزشی برای دختران در جهان در حال توسعه حمایت کنند. ما از جوامع می خواهیم بردبار باشند و برای تضمین آزادی و برابری زنان از پیش‌داوری بر اساس طبقه، عقیده، مذهب، دین یا جنسیت بپرهیزند تا آنها بتوانند شکوفا شوند. وقتی نیمی از ما عقب رانده شدند، ما نمی توانیم موفق شویم. ما از خواهران و برادرانمان در تمام جهان می‌خواهیم شجاع باشند و قدرتی را که در بینشان نهفته است به آغوش کشند و به توان بالقوه خود پیبرند. برادران و خواهران عزیز، ما مدرسه و آموزش را برای آینده روشن تمام کودکان می‌خواهیم. ما سفر خود را تا مقصدمان که صلح و آموزش برای همه است ادامه می دهیم و هیچ کس نمی تواند موجب توقف ما شود. ما برای حقوق خود سخن می گوییم و تغییر را از صدای خود به ارمغان می آوریم.
ما باید به قدرت و توانایی سخنانمان پی بریم. گفته های ما می تواند دنیا را تغییر دهد، چرا که ما همه در کارزار آموزش با هم و متحدیم. اگر بخواهیم به هدف خود دستیابیم، باید خود را با سلاح دانش تماماً سازیم و سپری از اتحاد و با هم بودنمان برای خود بسازیم. خواهران و برادران عزیز، ما نباید فراموش کنیم که میلیون ها نفر از فقر، بی‌عدالتی و بی‌خبری و جهل در رنجند. ما نباید فراموش کنیم که میلیون ها کودک به مدرسه نمی روند. ما نباید فراموش کنیم که خواهران و برادرانمان در انتظار آینده‌ای روشن و صلح‌آمیز هستند. پس بیایید کتاب‌ها و قلم‌هایمان را که قوی‌ترین اسلحه‌های ما هستند برداریم و موج جهانی برای مبارزه با بی‌سوادی، فقر و تروریسم به راه اندازیم. یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم می تواند دنیا را تغییر دهد. آموزش تنها راه حل است. آموزش مقدم بر هر چیز است.